الله الله سبحان الله، الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن آل الطائم على أعدائهم أعداء الله بين أندقان عزيزي عزيز السلام عليكم ورحمة الله بارزوی سعادت خوشبختی برای یکایک اک شما عزیزانه که این برنامه رو مورد توجه قرار می دهید به استهزا می رسانم که بحث در حجیت دلیل عقل هست و عنوان یکی از ادله شرعی و پیش از آن که حجیت اون رو مورد بحث قرار بدیم درباره تعیین مصادیق و تعریف دقیق دلیل عقلی نکات مطرح هست و تاریخچه از اون مطرح شد که در آن به خوبی مشخص شد که در منابع اصولی فقه که از دلیل عقل بحث کرده اند خب در فرمایشاتشون ابهام هایی وجود دارد که به درستی مشخص نمی کند که منظورشون از دلیل عقل چی هست در پایان مرحوم مزفر خودش آمد دیدگاه خودش رو روشن ساخت و بیان کرد که ما اگر در مقابل کتاب و سنت از دلیل عقل به عنوان یک دلیل مستقل سخن به میان می آوریم و اون را به عنوان یک دلیل حکم شرعی در نظر می گیریم باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما به هر حکم عقلی یا به هر دلیل عقلی عمل نمی کنیم و اون رو معتبر و حجت نمی دانیم بلکه تنها به آن حکم عقل عمل می کنیم که به صورت قطع و یقین ما را به حکم شرعی برساند و اگر حکم عقلی به قطع و یقین ما را به حکم شرعی نرساند ما اون رو معتبر نمی دانیم این سخنی بود که در پایان جلسه گذشته به آن اشاره کرد و بعد هم فرمود که با وجود آن که یک مقدار توضیح داده شد که پس ما دنبال چه دلیلی هستیم ولی باز اجمالی و ابهامی و خلاصه شکوک و تردیدهای در مورد دلیل عقلی وجود دارد که ناگزیر هستیم باید این مسئله رو یک کمی بیشتر توضیح بدیم تا این که اون ابهام ها و شک و تردید هایی که در مورد دلیل عقلی وجود دارد به خوبی برداشته بشود و لذاست که چهار تا امر رو اشان برای توضیح این مسئله مطرح می کند که انشاءالله در این جلسه دو تا امر رو مورد بحث قرار میدیم که در امر اول مطرح می کند که عقل در یک تقسیم بندی تقسیم میشه به عقل نظری و عقل عملی خب این نکته بود که قبلا هم بهش اشاره کرد و در اونجا توضیح داده شد که البته ما وقتی میگیم عقل دو قسم هست باید توجه داشته باشیم که بیشتر این تقسیم بندی به لحاظ متعلق اون امر عقلی هست که عقل وقتی مدرکات خودش رو مورد توجه قرار میدهد این مدرک یا اونی که توسط عقل درک می شود یک مرتبه است که امر نظری هست که فقط دانستنی هست انسان فقط بداند اطلاعاتش افزایش پیدا می کند که مثلا وقتی یک قایده کلی رو مشخصا می که کل بزرگتر است از جز به عنوان یک قایده مثلا وقتی این رو می دانند، خب عملا یک نکته علمی آموزش دیده و یاد گرفته است این هم یک نوع مدرک عقلی از عقل آن را درک کرده است ولی بعضی وقتها است که نه عقل امری را که درک می کند مربوط به دانستنی فقط نمیشه بلکه مربوط به عمل هم میشه یعنی کاریه که باید انجام داد و لذا وقتی کاری را عقل درک می کند می گوید این خوبه یعنی شایسته است انجام بشه برخی از کارها را عقل میگه این بده مثلا احسان رو میگه خوبه خب یعنی خوبه که انجام بشه وقتی ظلم رو به قبیه میدانه دروغ رو قبیه میدانه یعنی کاری که نباید انجام بشه بنابراین در این تقسیم بندی باید توجه داشته باشیم که عقل تقسیم میشه به عقل نظری و عقل عملی امر دوم میاییم حالا یک مقدار این مسئله رو محدود تر میکنیم میگیم پس بریم دنبال که از دلیل عقلی که وقتی ما میگیم حجت هست مشخصا کدام یک از این دو عقل نظر هست آیا منظور این است که عقل نظری حجت هست خب یعنی هر را که عقل درک کند از دانستنی ها اونا برای ما اعتبار دارد یا نه از امور عقل عملی هست ایشان می اگر منظور حجیت عقل نظری باشد خب باید ببینیم این رو منظور چیه و به چی معنا میتونه مطرح باشه که میگه اگر مراد عقل نظری باشد خب در این صورت نمیتوانیم ما عقل نظری را به عنوان یک دلیل شرعی معتبر بدانیم چرا؟ به دلیل این که احکام الهی توقیفی هست یعنی این که ما باید این حکم شرعی رو از ناحیه خداوند متعال یا از ناحیه کسی که تبلیغ حکم الهی رو میکند مثل انبیا و اولیای الهی از اونها این حکم شرعی رو آموزش ببینیم تا دقیقا بفهمیم که شرع دنبال چه حکمی هست حالا اگر این مسئله شرعی که تا حدود جنبه توقفی هم داره و باید با اجازه شرع به دستور شر این کار صورت بگیره عقل بیاید اینجا عقل نظری بخواهد خودش رو در واقع همه کاره معرفی کند و بگوید من اون چرا میفهمم شما به عنوان یک حکم شرعی باید در نظر بگیرید خود این بیان کننده این هست که نمی شود در واقع ما طبق حکم عقل عمل بکنیم و اون رو معتبر بدانیم این نکته ای که در این امر بیان میکنه خب حالا وقتی ما به صورت ابتدایی نتوانستیم توسط عقل نظری حکم شرعی رو به دست بیاوریم و در نتیجه عقل رو و عقل نظری رو در این جهت غیر معتبر دانستیم نکته بعدی حالا میاییم سر یک مطلب دیگر که آیا اگر حکم شرعی رو ما به صورت ابتدایی نمیتونیم با عقل بفهمیم و نمیدانیم چه مسحدی در ورای آن وجود داره ملاک های احکام رو هم بالاخره توسط عقل می توانیم به دست بیاریم یا نه ایشان میفرماید که با عقل نظری حتی ملاک احکام را هم نمی توانیم به دست بیاوریم چرا؟ چون نمیدانیم واقعا که در پشت هر حکم شرعی چه مصلحتی وجود دارد هر واجب و مستحب دارای چه مسلحت هایی هست و هر حرام و مکروه دارای چه مفسده هست خب این رو عقل به درستی نمیتونه تشخیص بده و درک بکنه ما مجبوریم که در این زمینه هم باید منتظر مبلغ احکام الهی بنشینیم و ببینیم که اونا در این زمینه چه حکمی را برای ما بیان میکنند حالا اگر عقلم بیاید در همین زمینه ها دخالت کنه بگه من ابتداعا میتونم یه حکم شرعی رو حدس بزنم یا حتی به گمان در حد گمان مثلا بگیم حکم شرعی شاید این باشه یا حتی در مورد ملاک های احکام هم ممکن عقل نظر بدهد بگوید حتما پشت این حکم یک همچنین مسحتی وجود داره میگه این حکم و داوری های عقل در حد زن و گمان و توهم و خیال و امثال اینها ممکنه باشد و این را ما هم قبلا اشاره کردیم که از نظر ما حجیت نخواهد داشت و به همین جهت هست که شاید کسانی از اخباریون که آمدن و قبول کردند که گفتن عقل نمیتواند دخالت کند در حکم شر یا نمیتواند به فهمت شاید منظورشان همین بخش ها باشد که یعنی عقل نمیتواند به صورت مستقیم و به صورت ابتدایی بیاید حکم عقل را برای ما مشخص کند چون این توان را عقل نظری ندارد و همچنین اگر کسی بیاید بگوید که من با حکم عقل می توانم ملاک و مصلحتی که در برای احکام وجود داره اینا رو بفهمم خب این رو هم نمیفهمیم شاید کسانی که منکر حجیت عقل هستن همین حرف رو بزنن بگه بله عقل این دوتا کار را نمیتواند انجام بدهد اما حالا وقت ما آمدیم در واقع این دو نکته را از محدوده حجیت عقل بیرون آوردیم میریم به سراغ یک مسئله دیگر و آن این است که در بحث ملازمات باید بحث بکنیم که حالا اگر عقل به صورت مستقل نتوانست ابتدا ان حکم شر را به دست بیاره و نتوانست ملاک حکم شر را به دست بیاورد حالا بحث میکنیم که اگر یک حکم عقل نظری به واسطه یک تلازمی که بین یک حکم و حکم دیگر درک میکنه آیا به خاطر این تلازم میتواند ادعا بکند که من میتوانم بر اساس همین تلازم یک حکم شرعی رو بفهمم و درک بکنم یا نه که در این زمینه اشان میفرماید بله میشود به واسطه حکم عقل یک تلازمی رو در واقع درک کرد اول بعد از آنی که این تلازم رو این ملازمه رو به اثبات رساندیم به حکم عقل از طریق این ملازمه میتوانیم دوباره به یک حکم شرعم دست پیدا بکنیم که در این صورت می شود این ملازمه ها را هم در واقع مطرح کرد که به این ترتیب کم کم نزدیک میشیم به اون جایی که در بحث ملازمات عقلیه وقتی ما بحث میکنیم به عنوان یک از ادله عقلی خود اون تا حدود روشن میکند که منظور از دلیل عقلی کجاها هست که میتواند می در استنباط حکم شرعی کارایی داشته باشد ولذا موارد متعددی از ملازمات عقلی رو مطرح میکنه که انشاءالله در تطبیق بقرات به اونها اشاره خواهیم کرد و در نتیجه اثبات همین ملازمه ها که توسط حکم عقل صورت میگیره میشود به حکم شر هم پی برد و حالا در ادامه باید این رو به اثبات رسان که میشه در اونجاها حکم عقل هم حجیت داشته باشد پس فعلا نتیجه که به دست آوردیم این بود که در این امر اول ما تنها عقل را تقسیم کردیم به عقل نظری و عقل عملی در امر دوم وارد جزئیات بیشتر شدیم در مورد عقل نظری که اگر ما دنبال اثبات حجیت عقل هستیم و اونم اگر عقل نظری مراد باشد ببینیم محدوده حجیت عقل نظری کجا هست. که گفتیم به صورت ابتدایی نمیتونه حکم شرعی را درک بکنه ملاک های حکم شرعی را هم نمیتونه درک بکند اما از طریق اثبات ملازمه می تواند به تناسب تلازم یک حکم شرعی رو به دست بیاره که موارد اون رو انشالله در بیان عبارات از خواهیم کرد خب اولین امر از امور چهارگانه ای که مقام مزفر به اون اشاره کرده است این است که می فرماید این نوع قد تقدم در جلد دوی همین کتاب اصول فقه در صفحه 193 اشار بیان داشت که عقل تقسیم میشه به عقل نظری و عقل عملی خب در اونجا کاملا این رو توضیح داد و ها تقسیم به اعتبار مایه تعلق و به ادراک و اونجا هم گفت که عقل دوتا نمیتونه باشد بلکه این عقل یکی هست منتها مدرکش و اون که متعلق ادراک قرار میگیرد اونا یا دانستنی هست یا انجام دادنی هست خب به این لحاظ میتونیم بگیم اگر متعلقش دانستنی بود میگیم عقل نظری اگر متعلقش انجام دادنی بود میگیم عقل عملی خب این نکته اول هست پس مراد از عقل نظری چی شد؟ میگه مراد از عقل نظری ادراک و مایم علم هست یعنی درک کردن آنچه که شایسته هست درک شود، دانسته شود همینا به اصطلاح اون عقل نظری رو تشکیل میده یعنی ادراک اموری که برای آنها یک واقعیت وجود دارد که خوب ما نسبت به اون واقعیت ها آگاهی و دانایی پیدا کنیم در مقابل عقل نظری عقل عملی قرار دارد که میفرماید که مراد از عقل عملی ادراک ما یعنی بقیه ای عمل هست یعنی درک کردن آنچه که شایسته است انجام بشود خب پس مدرک اگر انجام دادنی بود میشه عقل عملی اگر دانستنی بود میشد عقل نظری خب ای حکم هو بیان نهاز الفعل یم بغی فعل و اولا یم بغی فعل یعنی اینکه وقتی ما متعلق ادراک رو این گونه قرار میدیم که میگیم این کار خوبه انجام بشه یا خوب است که انجام نشود خب منظور چیه میگه منظور این است که ما حکمش رو داریم بیان میکنیم که این فعل شایسته انجام دادن رو داره یا این فعل شایستگی انجام دادن را ندارد میگیم خوبه این باید انجام بشه یا میگیم بده نباید انجام بشه این عقل عملی هست این امر اول بود که کوتاه و خلاصه بود اما امر دوم میفرماید از اون امور چارگانه ای که برای توضیح حدل عقلی لازم هست این است که بعد از آنی که دانستیم عقل تقسیم میشه به عقل نظری و عقل عملی ما مراد من العقل الذي نقول انه حج من هذين القسمين حالا باید بحث کنیم که از این دو قسم دقیقا موضوع نزاع کدام هست آیا عقل عملی محل بحث یا عقل نظری محل بحث هست می فرماید این کان المراد العقل و نظری حالا میایم اول از عقل نظری شروع میکنیم که اگر مراد از عقلی که به عنوان یک حکم به عنوان دلیل حکم شرعی مطرح هست همین عقل نظری باشد فلا یمکن ای استقل به ادراک لحکام شرعی ابتداعا خب از همین ابتدا می بگوییم که اگر منظور عقل نظری باشد امکان ندارد که این عقل نظری احکام شرعی رو ابتداعا به صورت مستقل درک کند یعنی عقل نظری به تنهایی نمیتونه همین ابتدا به ساکن بره حکم شرعی رو برای ما کشف بکند این کار رو نمیتونه انجام بده ایلا طریق قلیل عقل برای این که میگه این راه برای عقل وجود ندارد که بداند بدون این که استعانت از ملازمه به جوید بدون این که کمک از ملازمه و تلازم و امثال کمک بگیره همینطور ابتدا به ساکن بره به حکم, عقل به حکم برسد این توانایی در عقل نظری وجود نداره خب بدون اینکه استعانت به ملازمه بگیرد بگوید که هاذ الفعل حکم و کذا عند الشارع همطور که رسیده به یک فعلی بعد بگید که حکم این در نظر شارع اینه که شما یا انجام بدید یا ترک بکنید این نمیتونه این عقل این رو انجام بده و سر رو فی که واضح خب حالا یک نکته ای رو بیان میکنه که آدم خیلی ممکنه در ابتدا نتواند اون رو حذف بکنه که چرا عقل نتواند بفهمد که حکم این مسئله در نزد شارع اینه میگه علتش واضح هست و خاطر این که احکام الله توقیفی هست یعنی این که ما هر حکمی رو که باید از خداوند متعال بگیریم با اجازه الهی باشد و خدای متعال به ما اعلام بکند که این مسئله حکمش اینه از این جد توقیفی هست فلا یمکن العلم بها الا من طریق سماع من مبلغ الاحکام پس امکان ندارد که ما علم به احکام الله پیدا بکنیم مگر از راه شنیدن از مبلغ احکام که نصب شده من قبله تعالی که این مبلغ هم از ناحیه خود و خدای متعال برای انجام همین مأموریت نصب شده لتبلیغ ها تا اینکه احکام را تبلیغ کنه به دیگران برساند ضرورت ان الله ليس من القضایا اولیه خب حالا میگیم چرا احکام الله توقیفی باشد چرا عقل نتواند به اون دسترسی داشته باشد تا ما منتظر بمانیم که مبلغ الهی چه حکمی را برای ما بیان میکند میفرماید به خاطر این که احکام الهی از قضایای اولی نیست این گونه نیست که مثلا بدیهی روشن باشد تا ما به نگاه بیاندازیم به مجرد نگاه حکمش را به دست بیاریم این گونه که نیست قضایای اولی ممکنه خیلی واضح و روشن برای همه کس قابل فهم باشه اما احکام الهی که از این قبیل نیستند و لیست من ما تنال و مشاهده بالبسر خب از اون طرف هم قضا احکام الهی جزء امور محسوس هم نیست که بالاخره ما در اثر همین تماس های حسی تجربه و امثال اینا اینو بفهمیم که آخرش چیه یک امر حسی رو میشه بالاخره بایش با سر و کله زد این رو از انواع مختلف از جهت مختلف مورد بررسی قرار داد تا سر در بیاریم که بالاخره این چیه در حالی که حکم الهی از این قبیل هم نیست که ما بتونیم اون رو با حس با چشم ببینیم و با مانند آن از حواس ظاهره مثلا بریم حکم الهی رو استشمام کنیم یا لمس کنیم یا مزهش رو نگاه کنیم خب با این چیزا که حکم الهی فهمیده نمی شود بل الباطنه بلکه حکم الهی با حواس باطنی فقط قابل شناسایی و قابل شناخت هست و لیست می ما تنال تجربه و و از طرف سوم که بیان میکنه که احکام الهی در واقع از امور تجربی و حدسی هم نیست که ما به مرور تجربه که افزایش پیدا میکنه یا حدس و گمانایی که میزنیم بیتونیم حکم الهی رو به دست بیاریم این گونه هم نیست و اذا کاند کذالک وقتی نه از قضای اولی و بدیهی بود نه از امور حسی بود نه از امور تجربی و حدسی بود خب چاره ای نداریم جز این که باید از یه راه خاصی اون رو مورد شناخت و معرفت قرار بدیم وقتی این گونه باشد و کیفه یمکن علم به من غیر طریق سما از غیر راه شنیدن دیگه راه دیگه برای شناخت باقی نمیماند شنیدن هم باید از مبلغ همین احکام باشد که این مبلغ هم در واقع با ارتباطی که به خود خداوند متعال دارد این توانایی شناخت آن حکم را داره وگرنه مبلغم اگر مثل ما آدم عادی باشد نمیتونه اونم توانایی درک این احکام را داشته باشد و شعن حافظ دالکه شعن سایر المجعولات میگه شعن احکام در فهمش مثل شعن باقی امور مجعوله هست امور قراردادی هست علتی از البشر بشر امور قراردادی که بشر برای خودشون درست میکند خب مثل لغت خب رسم الخط یک زبان رو وقتی ما در نظر بگیریم حالا فرض که مثلا زبان چینی رو ما میخواییم خب خود چینی یک حروف الفبای برای خودشون اعتبار کردن قرارداد کردن بر اساس آن دارن خلاصه این کل تبادل اطلاعات میکنن ما بیاییم بر اساس دلیل اقلی بخواهیم که این حروف چینی رو مثلا یاد بگیریم یا از اون چیزی بفهمیم خب وقتی به شکل ظاهری اون نگاه کنیم خب جز این که فقط یه شکل و شمایل های برخی از این شکل های هندسی یا شکل های مثلا پنجره مربع و امثال اینا که ممکنه از اونا بفهمیم دیگه چیزی نمیفهمیم و سالهای سال اگر بشینیم با عقل روی اون دقت بکنیم بازم چیزی نصیب ما نمیشود راهش اینه که انسان باید بره در خود کشور چین با یک نفر چینی مثلا این رو از طریق او آموزش ببیند خب همچنین مثل خط ها همین گونه است رمز ها مثلا تابلوهای قرار دادی که بالاخره برخی ها تابلوهای ترافیکی رو مثلا کسی بیاید این رو از نظر عقلی مورد شناخت قرار بدهد که این دائره ای که مثلا وسطش یک اکسی ضرب در خورده است خب از نظر عقلی این رو بخواد تحلیل کند خب چی میفهمد خب چیزی ممکنه از نظر اقلی نفهمد جز این که باید بره با قانون راهنمایی و رانندگی که ممکنه در هر کشور وجود داشته باشد این رو آموزش ببینه که آقا این علامت نشانه چیه حالا در بحث احکام الهی هم اگر ما وقتی نگاه میکنیم احکام الهی هم مثل همین امور قراردادی که بشر برای خودشان درست میکنه وقتی امور قراردادی بشر را ما نمیتوانیم با حکم عقل بفهمیم چگونه یک امر قراردادی شارع مقدس را میتونیم با حکم عقل بفهمیم خب از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که پس عقل نظری ابتدا به ساکن نمیتواند با ملاحظه احکام شرعی بفهمم که بله حکم شارع اینه و کذالک ملاکات الاحکام همچنین ملاک های احکام رو هم نمیشه با عقل نظری فهمید مثل نفس احکام لا یمکن العلم به ها که امکان ندارد علم بین این ملاکات مگر از طریق سماع از مبلغ احکام که خود انبیاء الهی باید این رو برای ما بیاد معرفی و بیان بکند چرا لانه لیس عندنا قاعده مضبوطه به خاطر اینکه ما یک قاعده مضبوط یعنی کاملا قانونمند نداریم که نعرف و بیا اسرار احکام الله تا بتونیم با واسطه اون قاعده احکام الهی رو مورد شناسایی قرار بدیم اسرارش را و ملاکاتش را علتی اونی به الاحکام عنده و اون ملاک ها و اسراری که احکام به اونها منوطه و مشروط است که باید اون حکم اون مسلحت رو اون رمز رو اون سر رو داشته باشد تا این حکم حکم الهی بشود خب حالا و, و لا یغن من الحق شی حالا ممکن است ما با عقل برخی از این اسرار را در حد ظن و گمان بفهمیم ولی این ظن و گمان که برای ما اعتباری ندارد پس تا اینجا فهمیدیم که عقل در دو مورد خیلی کاربرد ندارد یک در مورد شناخت احکام به صورت ابتدایی دو در مورد شناخت ملاک های احکام میگه و علا هادا بنا این که این محدوده رو مشخص کردیم فمن نفا حجیت العقل کسانی که میآید حجیت عقل را نفی میکند میگه عقل حجیت ندارد و قال ان الاحکام سمعیه و حرفشون اینه میگه احکام باید از مبلغ احکام شنیده شود سمعی هست لا تدرکو بلقل که با عقل درک نمیشود فهو علا حق میگه این حرف حرف حق است اگر اراده کرده باشد از این حرف همون چی که ما اشاره کردیم یعنی اگر منظورشون این باشد که عقل نمیتواند حکم شرعی رو ابتداعا بفهمد و ملاک احکام رو ابتداعا و در کل بفهمد نمیتونه این دو رو بفهمه خب اگر اونا میگن که عقل وجد ندارد منظورش همین باشه میگیم حرف درستیه و حرف دقیقی است و هو نفی و استقلال العقل نظری و حرف اونایی که منکر حجت عقلن اگر استقلال عقل نظری رو از درک احکام و از درک ملاکاتشون نفع بکند خب میگیم درسته و لعل بعض منکر الملازمه و شاید بعضی از کسانی که ملازمه بین حکم عقل و حکم شر را منکر هستند خب اونا هم قصد حاضر معنا شاید همین معنا را قصد میکنن یعنی وقتی میگه ملازمه بین حکم عقل و حکم شر وجود ندارد به همین معنا که میگه عقل نظری نمیتونه حکم را ابتداا و همچنین ملاک احکام رو به دست بیاره مثل صاحب فصول و جماعات از اخباریین ولیکن خانه و تعبیرن مقصوده شاید منظورشون همینه که بخواهد بگن که عقل نمیتونه احکام رو ابتداعا درک کنه یا ملاک احکام درک بکنه ولی تعبیر رو به کار میبرن که این مقصود رو بیشتر از اون به اصطلاح بیان میکنه و خیانت در تعبیر میشه در از مقصودش از اون مد نظرش خلاصه به صورت دقیق نمیتونه تعبیر بکنه لذا یه چیز دیگه فهمیده میشه ازش و اذا کان ها و مرادهم فهو اجنبی اما نحن به صدده خب حالا اگر مراد اخبارین همین مطلب باشد خب ما میگیم که اون چی که ما دنبالش هستیم ما دنبال اثبات این مطلب نیستیم خب ما هم دنبال این نیستیم لذا این هم از بحثی که ما در صدرش هستیم بیگانه است از اینکه دلیل عقلی حجتی باشد که توسل بهی ال الحکم شرعی ما دنبال این هستیم که دلیل عقلی را به عنوان یک حجت قرار بدیم تا ما را به یک حکم شرعی برساند تا نه در این جاها خب این جایی که گفتیم این رو ما هم قبول داریم است می و لذا که میفرماید اننا نقص و من دلیل عقلی اون چه ما دنبال دلیل عقلی هستیم میگیم حکم عقلی نظری به سبب ملازمه بین حکمی که ثابت است شرعا یا عقلا و بین یک حکم شرعی دیگر ما این گونه از حکم عقل استفاده کنیم بگیم که در یک موارد هست یک حکم شرعی ثابت داریم مثلا میگیم حج واجب هست خب این که جای شک نیست بعد میبینیم که یک مقدمه نیاز دارد میاییم این مقدمه رو هم بر اساس حکم عقل میگیم واجبه چون خود حج بدون این مقدمه انجام شدنی نیست پس مقدمهش رو هم میگیم واجب باید انجام بشه تا حج انجام بشه بعد این وجوب مقدمه رو هم میگیم که این خودش یک حکم شرعی هست حالا در یک همچنین ملازمه ای که ما درست میکنیم لذایشان میفرماید حکم عقل نظری به سبب ملازمه بین یک حکم ثابت شرعا مثل همون وجوب حج یا عقلا حالا ممکنه مثل همون قبح ظلم مثلا اگر از در عقل ثابت باشد بعد میاییم این حکم ثابت شده را با یک حکم شرعی دیگر بینشون تلازمی برقرار میکنیم و از طریق این تلازم میاییم یک حکم شرعی رسبات میکنیم این محل بحث ما است مثل حکم عقل به ملازمه در مسئله اجزا خب مثلا ما وقتی میاییم در بحث اجزا میگیم که هر چیزی که در وقتی که انسان عذر دارد مثلا نماز رو ما با تیمم میخوانیم خب میگیم این یک معمورون به هست در حال استرار که ما نماز رو وقتی وضوع نمیتونیم بگیریم باید با تیمم به جا بیاریم خب حالا وقتی این رو به صورت اصرار انجام دادیم از عقل سوال میکنیم که آیا عقل این رو کافی میدونه یا نه که عقل میگه درسته دیگه معمورین به فعلا همینه وقتی این رو ما انجام دادیم اگر عذر ما هم برطرف شد باز شک پیدا میکنیم که آیا اون کاری که انجام دادیم از اینکه که فعلا اوز برطرف شده کفایت میکنه یا نه دوباره این کار رو از نو انجام بدیم خب مسئله اجزا میگه که همون کاری که شما در حال اوز انجام دادی درسته و مقدمه واجب و مانند خب در بحث مقدمه واجب هم همین گونه است که عقل میآید میگه وقتی حج واجب هست رفتن به سمت حج هم عقلا واجب هست پس این وجوبه که رفتن به حج باشه این رو از نظر شرع هم میاد اثبات میکند یا مثل دیگر حکم عقل به استحاله تکلیف بلا بیان خب حالا میگیم در یک جایی شک داریم که آیا تکلیف آمده بر ما یا نه خب نگاه میکنیم دستوری نداریم حکمی نداریم خب وقتی نداریم براعت را جاری میکنیم میگیم براعت جاری میشه به خاطر چی به خاطر این که اگر حکمی میبود باید بیان میشد حالا که بیان نشده پس حکمی نیست اگر عقابم بر ما بیاید میگیم این عقاب بلا بیان و این قبیح است لذا اینم یک از ملازمات هست که محال هست تکلیف بدون بیان صورت بگیره که لازمه این استحاله تکلیف بلا بیان حکم شارع به براعت میگیم براعت جاری میکنیم در جایی که میبینیم تکلیفی نیامده ملازمه دیگر مثل حکم عقل به تقدیم اهم در مورد تزاهم بین دو حکم که المستن تجفیه و فیه فعالیت و حکم عند اندالله خب در جایی که ما قبلا اینا رو بحث کردیم تقریبا فقط اشاره می کنیم که در جایی که وقتی دو تا امر مهم داریم خب یکی میگه واجبه باید انجام بدی دیگری هم میگه که نه حرام هست نباید انجام بدی خب در یک همچنین مواردی که اهم و مهم مطرح هست خب اینجا ما باید یکی را باید از فعالیت بیاندازیم تا اون دیگری خلاصه مقدم بشه و هر دوتا رو نمیتونیم در واقع فعلیتش رو حفظ بکنیم ملازمه دیگر مثل حکم عقل به وجوب مطابقت حکم الله با اون چه که اقلا در آرای محموده به اون میرسن اینجا هم میگیم هر را اقلا به اون رسیده باشد مطابق حکم الهی هم باید باشه چرا چون خداوند متعال هم جزء اقلا بلکه رئیس اقلا هست و خالق اقلا میتونه باشد خداوند متعال از این جهت هم میتونیم یه ملازمه رو به دست بیاوریم حالا که این ملازمه ها توسط عقل قابل فهم هست و قابل درک هست سوالی که پیدا می شود این است که پس این ملازمه ها و امثال اینها یک امور حقیقی واقعی هست که عقل نظری اینها را بلبداحه کس درک می کند یا به سبب کسب بالاخره استدلال میاره که تا بتونه اینا رو درک بکند لکونی ها من الاولیات به خاطر که این امور یا این ملازمه هایی را که کشف میکند از اموری اولی هست خب در امور اولی قبلا اشاره کردیم که امور اولی فقط اموری هستند که وقتی ما دو طرف رو تصور میکنیم نسبت بین آن دو رو وقتی تصور میکنیم نسبت به تصدیقش دیگه جای شک و تردید باقی نمیمونه اینا جز امور اولی هستند یا برخی از امور فطریات هستند امور فطریات کدام هست اینه که درست به مجرد تصور دو طرف تصدیق برای ما پدید نمی آید بلکه باید یه واسطه یه استدلال دیگه هم لازم داره مون تا این واسطهش به گونه که خیلی دور از ذهن نیست بلکه عقل خیلی سریع میفهمد فهمد اینا جز امور فطری است که میگن قیاساتوها معها وقتی انسان یک اندک تعملی در موردش انجام بده میفهمد دلیلش رو هم کاملا متوجه می شود اول کونها تن تهی الیها یا این که بالاخره عقل وقتی این بدیهیات را یا اولیات را یا فطریات را یا اموری را که بالاخره منتهی به همین امور میشه به همین اولیات و فطریات میشود اینا رو وقتی عقل میفهمد فیعلم و به عقل علا سبیل الجزم بعد به یک حکم دیگر به صورت جزمی هم پی میبرد که اگر این گونه شد و اذا قطع العقل بالملازمه حالا که عقل ملازمه را به صورت قطع و یقینی درک کرد و المفروض انه قاطع به ثبوت الملزوم و فرض ما هم این است که این عقل ثبوت ملزوم را یقینا میداند ف انه لابد در یقت به ثبوت لازم در این صورت وقتی ملزوم را قطعا دانیست لازم را هم قطعا به اصطلاح میفهمد و درک میکند و اون لازم همون حکم شارع هست خب وقت عقل به ثبوت ملزوم قطع پیدا میکند از ثبوت ملزوم قطع به ثبوت لازم پیدا می کند و ثبوت لازم همان حکم شارع خواهد بود و در نتیجه با حصول قطع فا ان القطع حجه دیگه اینجا حجیت قطع و دلیل عقلی اثبات می اثبات می که استحیل و نه انهو کسی هم نمی تونه بیاید جلو حجیت این دلیل قطعی رو بگیرد به خاطر اینکه گفتیم که, که قطع وقتی حجت هست حجیتش ذاتی هست نه کسی اون رو بهش میبخشد نه کسی میتونه ازش بگیرد بل به حجیت و کل حجه بلکه به سبب همین قطع است که حجیت هر حجت دیگر هم اثبات میشه گونه که بیانش در قبل صفحه 18 گذشت و علیه بنابراین فهاز ملازمات العقلیه پس همین ملازمات عقلیه که نموناش رو ما ذکر کردیم کنار عقل میفهمد کبریات القضایه العقلیه اینا همان کبراهای قذایای عقلی هست علتی به ذمه های لاسقلیات ها که با زمینه کردن سقلیاتشان یا بها الالحکم شرعی می توانیم با زمینه کردن صغرا و فراهم کردن این کبرا به حکم شرعی دست پیدا بکنیم ولا از اون احدا بعد توجه الیها حالا که ما توسط این ملازمه به حکم شرعی رسیدیم حالا سوال میکنیم که این حجیت داره یا نه میگه گمان نکنم که کسی بعد از توجه به همین ملازمات و التفات به حقیقتشون استطاعت این رو داشته باشد که حجیتش رو انکار بکند نمیتونه کسی واقعا وقتی این ملازمه رو با قطع و یقین میفهمد دیگه نمیتونه انکار کار بکند مگه از صوفستایی اونایی که خلاصه حالت شکاکیت رو یا دارن یا همین طوری خلاصه پیشه کردن الذین ینکرون الوثوق به کل معرفه حتی المحسوسات خصوف یا کسانی هستن که حتی به حس هم اصلا اعتماد نمی میگه هر چی رو ما میبینیم اصلا هیچ چیز قابل شناخت نیست هیچ چیزی رو نمیشه شناخت وقتی اونا یه حساب جدایی دارن اما بقیه مردم اونایی که بالاخره در یک فرایند عادی و معمولی به سر خب اونا با ثبوت این ملازمه قطعی و این که وقتی ما عقل به ثبوت ملزوم پی میبره از آن به ثبوت لازم که حکم شارع باشد اونم به صورت قطع و یقین التفات و توجه پیدا میکنه دیگه کسی نمیتونه بیاید حجیتون رو انکار کار بکند ولا اظن ان هذه القضايا العقليه خب میگه گمان نمی کنم که این قضایای عقلیه که مقصود کسانی باشد که حجیتشان رو از اخبارین و غیرشان منکر شدن میگه حالا از اخبارون هم سوال کنیم که واقعا شما اون چرا که منکر حجت دلیل اخلی هستید منکر همین ملازمات اقلیه هستید میگه من گمان نمی کنم که حتی اخباری ها هم این ملازمات اقلیه رو این کار بکنن و غیر اخباری ها هم همینطور و این اوهمت بعض عبارات امزالک هرچند برخ از عبارت رو نگاه میکنیم این توهم رو به وجود میاره که نه حتی همین ملازمه ها را هم منکر هستند چرا؟ لعدم تمیز بین نقاط البحث به خاطر اینکه دقیقا نقطه های بحث برایشون مشخص نشده و لذا به صورت کلی آمدن خلاصه منکر حجیت دلیل عقل شدن و ایضا عرفت ذالک خب میگه تا اینجا این نکته دوم وقتی روشن شد میگه میدانید که خلط در مقصود از ادراک عقل نظری و عدم تمیز بین آنچه را که درک میکند از احکام ابتداعن و بین آنچه که درک میکند از احکام به توسط ملازمه خود همین عدم تمیز و جدا سازی اینها که یک زمان هست عقل به صورت ابتدایی میخواد حکم شرعی رو به دست بیاره که گفتیم این توان را نداره یک زمان هست که نه به توسط اثبات ملازمه میتونه این کار را بکنه که گفتیم این توان را دارد اگر این تفکیک را ما انجام ندیم میگه هو سبب المحنفی ها در اختلاف خود این عدم تفکیک سبب شده است که این اختلاف کاملا همچنان تو در تو واقع بماند و سبب ای بشود که واقع شده در این مغالطه بعضی از همین بزرگان از نفا مطلقا ادراک الحکم العقل که اونا آمدن در اثر همین مغالطه کل حکم عقل را منکر شدن که اینا از حکم شارع خبر بدید یا حجت داشته باشد اینا را منکر شدن قائلا و حرفشون این است که میگه احکام الله توقفی هست لا مسرح للعقول فیها میگه که هیچ عقلی، جایگاهی و پایگاهی و جولانگاهی در این احکام الهی نمیتونه داشته باشد خب و غفل عن ان تعلیل اما غافل از این که این تعلیلی که میارن این نمای اصلح این تعلیلشون صلاحیت داره برای نفی ادراک عقل برای حکم ابتداعا و بالاستقلال فقط یک بخش رو ادعایشون و این دلیلشون میگیره که بله عقل به صورت مستقل نمیتونه یک جای را بفهمد حکم شرعی رو ابتداعا و بالاستقلال اما لا یصلح لنفی ادراکی للملازمه اما این که بیاید نفی بکند حجیت حکم عقل را به سبب ملازمه این رو نمیتونه نفی بکند للملازمه المستدبه لعلمه به ثبوت لازم به خاطر اینکه وقتی ملازمه را عقل فهمید به دنبال آن علم پیدا میکند که لازم هم حتما ثابت هست و اون لازم هم همان حکم شرعی هست که گفتیم تا اینجا در این دو امر تقریبا روشن شد که منکرین حجیت عقل چی رو میتونن نفع بکنن گفتیم که عقل بیاید حکم رو ابتداعا و مستقلا بخواد بفهمد این قابل قبول نیست و همچنین ملاک احکام رو بخواد درک بکند این رو هم عقل نمیتونه اما این که به سبب ملازمه بیاید با استفاده از ملزوم که علم به اون پیدا میکند به حکم شرعی علم پیدا بکند این ملازمه کاملا ممکن هست و اگر یک همچنین تلازمی به سبب قطع و یقین به دست بیاید کاملا حکم شرعی اثبات میشه انشاالله اموری با قیماندرم خدمتون هست خواهیم کرد که در نتیجه دلیل اقل روشن خواهد شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته